بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلماتی متفاوت ترین برنامه ده روز گذشتمون رو الان میخواید ببینید اون ویدیوهایی که روزای قبل 50000 60000 100000 بازدید گرفته اصلا من مهم نیست این ویدیو دو تا دونه بازدیدم بگیره من کارمو کردم چرا میخوام از یه خباستی صحبت بکنم که خیلیاتون تو این چند روز دیدید خباستی که دو سر داره یه سرش تطهیر دولت روحانی و برجامیون و مذاکره کنندگان بود که آقای پزشکیان هم تو همین مناظرات انتخابات اخیر تلاش کرد خودش رو مذاکره کننده و رفت کننده تحریم نشون بده و یه بخشش میخوره به سعید جلیلی کسی که 14 میلیون رأی آورده آدمی که مستقل بوده احزاب سیاستمدارا ثروتمندا سرمایه‌دارا کیو کیو کی پشتش نبودن با بدنه مردمی 14 میلیون رای برده اما بهش حجتگیه گفتن منحرف گفتن نمیدونم عامل تحریم گفتن قطنامه و فلان از این حرفا پس این برنامه رو به هیچ عنوان از دست ندید بریم صحبت های باراک اوباما رو بشنویم رئیس جمهور اسبق آمریکا ربطی هم به جمهوری اسلامی نداره فلان تحلیلگرم نیست که بگین از خودشونه ببینیم چی میگه در واشنگتن هم رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با نیویورک تایم هرچند دوباره مدعی شد فشار تحریم ها ایران رو پای میز مذاکره آورده ولی از آن کرد اگه توافقی به دست نمی اومد آمریکا دیگه توانایی نگه داشتن نظام تحریم ها رو نداشت همون حرفی که سعید جلیلی تو مناظرات زد میگه ما تو 92 مذاکرات رو به جایی برده بودیم که آمریکایی‌ها میدونستند یه اثرگذار نیست. نخست وزیر انگلیسی شیطنت میکنه میگه آقا ما که این همه سب کردیم، سب کنیم ببینیم دولت بعدی کیه، بعد ادامه بدیم ماجرا رو که دولت حسن روحانی میاد با لولو سادی که آقا سایه جنگ رو کشور است و فلان و حتما باید بریم مذاکره کنیم برجام و فلان و اینا 8 سال مملکت رو رو هوا نگه داشتن. حالا ببین چی میگه. اگه توافق نمیشد دیگه قادر به ادامه تحریم ها نبودیم یعنی تحریم کشک تحریم پر جامعه ما رو از یه لولو ترسوندن این فقط ایران نبود که برای تحریم ها هزینه می پرد. بلکه چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و تقریبا هر کشوری که قبل از تحریم از ایران نفت وارد می کرد در موقعیتی قرار گرفته بود که ادامه تحریم ها برای اونها میلیاردها دلار هزینه داشت. گرفتید چی شد برای اونا هزینه داشته اگر ما رو تحریم میکردن نف نمیخریدن از ترس این آمریکا خودشون ضرر میکردن اوباما مدعی شد بعد از توافق شدیدترین بازرسی ها درباره ایران انجام میشه و در صورت نقض توافق از طرف ایران تحریم ها قابل برگشته و همه گزینه ها همچنان روی میزه ببین خفت و خاری یعنی این ذلت یعنی این بعد کسی که عزت ایران رو رقم زده تخریب میکنن تو مناظرات ادامه‌اش ببینیم برای اینکه این تحریم ها ادامه پیدا کنه یعنی ما بتونیم ایران رو تحریم بکنیم باید بزرگترین بانک های دنیا رو تحریم میکردیم کدوم آدم آقای این کار میکنه؟ یا باید کشورهایی مثل چین رو از مبادلات خودمون حذف میکردیم می دونید دیگه یه رقابتی بین آمریکا و چین هست برای تصاحب قدرتمندترین و اولین اقتصاد دنیا علی رغم اینکه کشمکش دارن حتی تو دوره ترامپ ترامپ یه حرکتی زد چینی ها بلا فاصله جواب دادن ولی باز میشه گفت بزرگترین شرکای تجاری هم دیگن. اگر میخواست تحریم ایران رو ادامه بده باید چین رو هم حذف میکرد و چنین اقداماتی در قبال بزرگترین طلبکاران ما میتونست موجب از بین رفتن اقتصاد آمریکا بشه حالا اونایی که اومدن گفتن آمریکا ابرقدرت کت خداست آب مردم رو هم به اونجا وس کردن گفتن اگر اونا اجازه ندن دیگه آب و نون و دون و همه چی تعطیل سانتریفیوژ به چرخه اما چرخ زندگی مردم به چرخه سانتریفیوژا که تعطیل شد هسته رو تقریبا تعطیل کردن دیگه در راکتور آراکم گل گرفتن باج ها به آمریکا دادن نظارت ها هم اینقدر زیاد شد که همین مجلس 11 و اومد دیگه رو گرفت اون قانون جامعه راهبردی که تصویب کردن جلو نظارت ها رو گرفت دوربینا آنلاین بود هر موقع هم دلشون می‌خواست می میرفتن بازرسی نظارت آقا فلان دانشمند چه شد فلان کارتون چه شد که مجلس جلوشو گرفت ادامه‌اشم ببینیم and they will not join میگه اونها یعنی متحدانمون بیش از این دیگه ما رو همراهی نمیکنن اگر بخوایم حتی فشار بیاریم مثلا به ژاپن بگیم که آقا از ایران دیگه نفت نخر تحریمش کن میگه تا یه جایی با ما میاد از یه جا به بعد دیگه نمیاد چرا چون خودش نیاز داره به کره جنوبی بگیم آقا این کارو نکن تا یه زمانی میتونستیم کنترلش بکنیم بهش فشار بیاریم دیگه بعد از اون نمیکنه این کارو منافع تجاری خودشون رو فدای آمریکا نمیکنند هیچ عقل صلیمی این رو نمیکرد میگه این اقدامات میتونست دلار رو به عنوان ارز ذخیره جهانی زیر سوال ببره یعنی ادامه تحریمها ضربه به دلار خود آمریکا بود the این همون جانکریه که آقای ظریف میگفت امضاش تضمینه ببین چی میگه میگه دلار آمریکا دیگه خاصیتش رو به عنوان ذخیره ارزی دنیا از دست میداد که همین الان هم کم خاصیت شده ببین چه کلاه گشادی سر ما گذاشتن بعد یه دو اومدن به دولت سوم روحانی رای دادن ما نقد میکردیم گفتن نه فلانه بابا ظریف همون کسی که این بلا سر ایرانی آورده مبلغ ایشون در دوره انتخابات بود اینا تجربه است انتخابات تموم شد رفت هر کس رای شده تموم شد رفت قیامت میدونه با خدای خودش و آسیبی که به 90 میلیون ایرانی زد اما اینا باید تو تاریخ تو ذهن ماها جا بیفته این خیلی عجیبه میگه اگر این توافق را نمی کردیم ایران را در صندلی راننده می نشاندیم فکر می کنم در آن صورت تحریم ها فرو می ریخ و نتیجه آید ما نمی شد. خسته نباشید خدا قوت دولت اول و دوم سوم روحانی دم شما گرد I think the sanctions would begin to dissolve They would not be as effective so ironically Iran would get some of that 56 billion dollars back anyway and their economy would begin to improve از این رو ایران به بخشی از آن 56 میلیارد دلار میرسید اقتصادش هم درست میشد حالا بریم ببینیم سعید جلیلی برادرش اینا که دور برشن اینا عضو انجمن حجتی هفته گذشته در ایام فاطمیه سلام الله علیها یه سری از دوستان مشهدی رفته بودن عکس های سردار سلیمانی رو پخش کنن میدونید که ایشون آیه وحید جلیلی برادر دکتر سعید جلیلیه رفت الانم تو صدا سیماست بودن جلوی بعضی از این ایستگاه صلواتی که انجمن حجتیه تو مشهد اصطلاح با مجوزایی که بهش میده برپا میکنه چون میدونید انجام اون حجتی الان در مشهد در حال توسعه تشکیلاتی خودش و به شدت برنامه ریزی شده در حال توسعه فرهنگ منحت خودش هست خیلی جالب بود که اومده بودن و با اینا برخورد کرده بودن که شما به چه حقی عکس این آدمو اینجا پخش میکنید گفتن چه اشکالی داره گفتن ما اینو قبول نداریم برید اون طرف تر حتی درگیری هم انجام بود شما انجمن حجتیه ها واکنش نشون میدن به عکس حاج قاسم عکس حاج قاسم سلیمانی که به گفته سردار نو دفترش رو داده به سعید جلیلی و 11 سال سعید جلیلی الان تو دفتر حاج قاسم داره کار میکنه خوب دقت کنید خوب گوش بدید فردای قیامت هر کس تو زده باید پاسخ بده بعضی از محافل اینها برید که متاسفانه دیدم شبکه خراسان رضوی هم بعضی از محافل اینا رو متاسفانه ترویج میکنه و براش رپورتاج آگهی میده وقتی میرید میبینید که کوچکترین اثری از انقلاب اسلامی از شهدا از شهدای مدافع حرم اجازه نمیدن در مراسماتشون در تزیینات مثلا مکان‌هاشون اینها دیده بشه مثل شیعه انگلیسی شیعه انگلیسی هم این کارا رو نمیکنن شهید و شهادت و داعش کیه برای چی رفتید مدافعان حرم اصلاً وجه اشتراکشون اینه مر که هر نشانه انقلابی رو حذف بکنن ظاهرشون هم خیلی آدمای ظاهر و صلاح و از امام زمان دم میزنن و از فاطمه زهرا سلام الله علیها دم میزنن و همه رو متهم میکنن که شما بنده کافی ولایت اهل بیت رو نداری جالبه خیلی از اینا زندگیاشون رو نگاه میکنیم مثل بنی امیه و بنی عباس زندگی میکنن ولی دم از امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها میزنن که این هم یکی از مظلومیت های حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است اینها مقابل اندیشه انقلاب اسلامی خیلی باید حواسمون جمع باشه که آن میراسی که امام خمینی برای ما به یادگار گذاشت که اسلام ناب محمدی است در برابر جلبه های مختلف اسلام و آمریکایی اون رو بتونیم درست حفظش بکنیم امام یک نامه ای دارن در اواخر عمر شریفشون به یکی از اتفاقا نزدیکترین یارانشون اونجا هشدار میدن میگن من میبینم شما به اندازه کافی نسبت به خطر انجام حجتیه هوشیاری و هوشمندی ندارید حواستان را جمع کنید که روزی چشمتان را باز نکنید ببینید انجمن حجتی بسات انقلاب را جمع کرده است یعنی برای انجمن حجتی امام خمینی اینقدر اناد و اینقدر توان قائلند که میتواند به عنوان یک خطر و تهدید جدی برای اسلام انقلاب اسلامی و برای نظام جمهوری اسلامی به اصطلاح مطرح باشه بازن... چرا چون با اسم مذهب میاد مذهبو میزنه تو همین یوتیوب شخصی رو داریم درباره آخر و زمان صحبت میکنه درباره امام زمان صحبت میکنه اما قائل به این هست که جمهوری اسلامی بنی عباس ثانیه ببین بدبختی اینجاست طرف پای برنامه ما نشسته دو سه سال غیر مستقیم یکی دو بارم تو کانال تلگراممون معرفی کرده بودم این آدم منحرف و دنبالش نکنید بعد ویدیو از اون برای من میفرسته میگه و وطن حرفاش درسته میگم خب بابا من سه سال دارم میگم آدم منحرفه به اسم امام زمان اومده از آخر و زمانم صحبت میکنه اما به جمهوری اسلامی که میرسه به در و دیوار میزنه ادامه‌ش دیده میشه به خاطر ظاهر و صلاح بودن بعضی از جریانات مثل انجمن حجتیه یا طیف انجمن حجتیه ما حساسیتمون نسبت به اینا از دست دادیم و اینها که مزدوران حالا یا باجی رو مواجب یا بیجی رو مواجب انگلیس ها و آمریکا ها هستند دارن تشکیلات خودشون رو احیام میکنن و کاملا در مشهد بارزه که اینها دارن جلو میان و به خیال خام خودشون میخوان به اصطلاح اسلام مبارز، اسلام جهاد، اسلام شهادت، اسلام محمود کاوه ها و برونسی ها و قاسم سلیمانی ها رو کنار بزنند و یک اسلام مورد پسند اولیا حضرت ارزم حضور شما ملکه الیزابت ایجاد بکنن که کوچکترین خطری از این اسلام منافع اربابان آمریکایی و انگلیسی اینها رو تهدید نکنه برای همینه با جمهوری اسلامی این کشورهای غربی کشورهای استکبالی با جمهوری اسلامی مشکل دارن یکی از این کله گنده انگلیسی اومده بود تو عراق موقع اذان از معزنه صدای اذان پخش شده گفته بودن که این چی گوتو اذان گوتو یعنی چی تو مسلمان ها مثلا اینو میشنون میرن نماز میخونن عبادت میکنن گوتو به سیاست ما که آسیب نمیزنه گفت بود پخش شده. اسلام رو تا اونجایی که به منافع اونها ضربه نزنه باش کاری ندارن اما وقتی یک اسلام شیعی مثل جمهوری اسلامی رو در برابرشون ببینن هر کاری میکنن بزننش حالا من درباره انجمن حجت توی کتاب امام زمان ما مفصل صحبت کردم توضیح دادم اینا یه زمانی بساتشون برچیده شده بود در افق محو شده بودن اما دوباره انگار دارن فعال میشن کتاب امام زمان ما رو هم در قالب نظر فرهنگی هدیه میدیم به اعضای کانال تلگرام و ایتامون که لینک سری همین ویدیو از توصیه میکنم حتما عضو تلگرام و ایتا بشید هر موقع اعلام کردیم چون در فواصل مختلف به خاطر اینکه بتونیم هم کتاب رو به دست همه برسونیم چون پست میشه به سراسر کشور دیگه در فواصل مختلف اعلام میکنیم هر موقع اعلام کردیم توی پی وی برام بفرستید اونجا آدرس و مشخصات شما که ثبت میشه میره وایده مراسلات ما اونجا دوستان براتون ارسال میکنن یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون